از قضا من فکر میکنم که تجربه رها و قراری که میان گردانندگانش و سرمایه گذارش گذاشته شد و وفای به این قرار تجربه خیلی خوبی بود. ببینید ما یه قراری گذاشتیم با سرمایه گذار و اون مراعات چارچوب های حرفه‌ای یک رسانه هست. ایشون هم در واقع توقعاتش رو گفت، ما هم توقعات حرفه‌ایمون رو مطرح کردیم. تا روز آخر ایشون هرگز مداخله نکرد در این در واقع اون توقعات حرفه‌ای که ما داشتیم و تونستیم ملتزم بمونیم در حد توانمون. منتها نکته اینجا وجود داره و اون این استش که ما توقعمون رو اگر تنظیم بکنیم با امکاناتمون، یعنی من فکر میکنم سرمایه گذاران دیگر ایرانی رو هم ما میتونیم دعوت بکنیم به اینکه بیان سرمایه گذاری بکنن برای رسانه، ولی از ابتدا یک مقدار توقعاتمون رو تنظیم بکنیم با امکانات. توقع نداشته باشیم که مثلا ما قرار رقابت بکنیم با رسانه های دولتی شستگانه ایران. خب میدونید 20 تا رسانه سراسری داره، 20 تا شبکه سراسری داره تلویزیون ایران، 10 تا برون مرزی داره، 30 تا استانی داره، اینو بذارید در کنار 7 تا خبرگزاری و وبسایت و روزنامه رسمی که فقط سپاه داره، حالا سازمان تبلیغات خبرگزاری روزنامه جدا داره بماند، سایر نهادهای حکومتی هم بماند، ما با اون مجموعه عظیم که نمیخوایم رقابت بکنیم، در عین حال با برخی از رسانه هایی که دارن در خارج از کشور از طرف دولت ها ساپورت میشن هم چه بسا نتونیم رقابت بکنیم. اگر توقعمون رو محدود بکنیم، من گمان میکنم میشود یک قرار متناسب با امکانات با سرمایه گذاران ایرانی گذاشت، منوط به این که اونها هم این ضرورت رو احساس بکنن بیان سرمایه گذاری بکنن، اون وقت این تجربه رو تکرار کرد.